حمایت آمریکا از فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق در قبال تهدیدهای مالکی. مکگرد: ما در کنار رئیس جمهور فؤاد معصوم قرار داریم، زیرا او ضامن قانون اساسی در عراق است. ماری هارف: ما هر گونه تلاش از طریق زورگویی و دست بردن در قانون اساسی یا روند قضایی را رد می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور جدید ترکیه: دوران جدیدی از آشتی ملی در ترکیه شروع شده است. تلویزیون فاکس نیوز میگوید آیا قولهای ما آمریکایی‌ها اعتباری دارد؟ ما به کسانی قول می‌دهیم حمایت و حفاظتشان می‌کنیم، ولی کاری نمی‌کنیم. آیا منافع ملی آمریکا ایجاب نمی‌کند که جلوی قتل عام هزاران نفر گرفته شود؟ حالا این قربانیان چه در عراق باشند، چه در سوریه و چه در هر کجای دیگر جهان. سوال این است که چرا جلوگیری از قتل عام 40,000 شهروند مسیحی یا اقلیت‌های دیگر در عراق کمک انسانی محسوب نمی‌شود؟ جودت میلر، گزارشگر فاکس نیوز. جواب این است که در این صورت دولت باید حساب پس بدهد که چرا در برابر کشتار 150,000 شهروند سوریه هیچ کاری انجام نداده اید؟ چرا در قبال مسیحیانی که در سرتاسر خاورمیانه در تهدید هستند به جز سخنرانی‌های قشنگ کاری نکردیم؟ این یک سوال سخت برای جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید میباشد. من میخواهم به همه خبرنگارانی که از این دولت خواستند که بالاخره به یک سری سوالات پاسخ داده و حساب پس بدهند درود بفرستم. سوال بر سر این است که اصلا سیاست خارجی ما چیست؟ ما گفته این میخواهیم از 80 آمریکایی در اربیل حفاظت کنیم، ولی این نباید تنها مربوط به حفاظت چند آمریکایی در خاورمیانه باشد. بالاخره کردها چه میشوند؟ کسانی هستند که متحدان ما در خاورمیانه میباشند، ولی اکنون ما برای امنیت آنها کاری انجام نمیدهیم. آیا قولهای آمریکا کمترین اعتباری دارند؟ اینها سوالاتی هستند که ما اکنون شاهد مطرح شدن آنها توسط رسانه‌های آمریکایی هستیم، که البته این موضوع بسیار بسیار دیر شده است. آمریکا و جامعه بین‌المللی باید به مالکی فشار بیاورند تا کنار بروند. مصاحبه متیو هنمن از مرکز ضد تروریسم جینز با بخش انگلیسی تلویزیون الجزیره. آنچه که برای حل بحران عراق مورد نیاز است یک راه حل سیاسی و نه یک راه حل نظامی. باید یک فشار اصلی آمریکا و جامعه بین‌الملل روی مالکی و دولت او گذاشته شود تا نه تنها کنار برود، بلکه یک کاندیدای شیعه مناسب برای منصب نخست وزیری انتخاب شود که قادر به اتخاذ سیاست‌های فراگیر باشد. آیا در عراق ما یک نیروی مورد اتکا داریم؟ به طور مثال، آیا ارتش عراق واقعا قادر به نگه داشتن منطقه‌ای در این کشور است و آیا می‌تواند فرقه‌گرا نباشد؟ بعد از سقوط موسل دیدیم که ارتش عراق افتضاح عمل کرد، ولی فکر می‌کنم تجربه و نکته کلیدی شکست آنها در پایه ضعف نظامیگری نبود، بلکه عواقب سیاست‌های فرقه‌گرایانه نوری مالکی بود. بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011، مالکی بلافاصله تمام مقام‌های بی‌سلاح ارتش را که به او وفادار نبودند برکنار کرد. او ارتش را از هر گونه نیرو و فرماندهی با تجربه تهی کرد. وقتی که این درگیری رخ داد، فرماندهی این ارتش کاملا در برابر آن ناتوان و غیر آماده بود. فواز جرجیس، استاد دانشگاه اقتصاد لندن، به تلویزیون الجزیره میگوید راه حل بنیادی برای مقابله با داعش از بین بردن فرقه گرایی در منطقه است. قضیه خیلی پیچیده و بغرن شده است، نه تنها در رابطه با اتحادهایی که در شهر ارسال در لبنان صورت گرفته است، بلکه در رابطه با جبهه بندی های منطقه‌ای که اکنون در حال شکل گیری می باشند. عربستان سعودی که از جنگ علیه رژیم اسد حمایت می کند، الان در حال تامین مالی ارتش لبنان است تا با گروه های بنیادگرا مقابله کند.
تاوز جرجیس استاد دانشگاه اقتصاد لندن میگوید هیچ تناقضی در سیاست ها و موضع عربستان وجود ندارد. مقام های عربستان اکنون به خوبی درک می کنند که گروه های افراطی چه تهدید بنیادی نه تنها برای فرهنگ دنیای عرب بلکه برای امنیت منطقه ایجاد می کنند. عربستان بسیاری از نیروهای افراطی را در کشور خود به عنوان تروریست دستبندی کرده است و در این رابطه دست به اقدام های قاطعانه ای زده است. این گروه ها تنها مشکل کشورهای منطقه نیستند بلکه آمریکا و اروپا مورد تهدید می باشند. برای مقابله با این گروه های افراطی شما باید پناهگاه آنها را از بین ببرید. شما با از بین بردن تنش های فرقه ای در منطقه فرش را از زیر پای داعش خواهید کشید. شما تنها با اقدام های امنیتی نمی توانید به یک راه حل دست پیدا کنید. شما باید یک راه حل سیاسی پیدا کنید. شما باید تضاد فرقه گرایی در این منطقه را حل کنید. رجب طیب اردوغان اولین رئیس جمهور ترکیه که با رأی مستقیم مردم انتخاب شد میگوید در دوران او ترکیه به رشد و شکوفایی اقتصادی رسیده است. کاهش تورم و پایان دادن به بحران اقتصادی این کشور از دستاوردهای دوران نخست وزیری وی بوده است. رجب طیب اردوغان سیاستمدار با تجربه ترکیه از سال 2003 رهبری حزب عدالت و توسعه را به عهده داشته است. وی در سال 1954 از یک خانواده فقیر در استانبول متولد شد و سپس به تحصیلات خود در زمینه مدیریت در دانشگاه مرمره ترکیه ادامه داد. آشنایی با نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت ترکیه موجب ورود وی به دنیای سیاست شد. بعد از کودتای نظامی سال 1980 در ترکیه رجب طیب اردوغان از فعالیت سیاسی منع شد. سه سال بعد یعنی در سال 1983 وی با عضویت در حزب جدیدی به نام حزب رفاه مجدداً وارد صحنه سیاسی ترکیه شد و در سال 1994 به عنوان شهردار شهر استانبول انتخاب شد. در سال 1997 به دلیل خواندن شعری از یک شاعر ملی‌گرای ترکیه در یک گردهمایی از سوی حکومت نظامی مورد غضب قرار گرفت و زندانی شد. بعد از آزادی از زندان به همراه چند تن از همفکران خود حزب عدالت و توسعه را تأسیس کرد. پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال 2002 موجب شد که اکثریت مجلس ترکیه از این حزب شود. بعد از این پیروزی بود که او در سال 2003 نخست وزیر این کشور شد. گفته می شود که سه دوره نخست وزیری پی در پی به وی این امکان را داد تا طرح‌های بسیاری را به اجرا بگذارد. می توان به پایان بحران اقتصادی و کاهش تورم در ترکیه به عنوان دستاوردهای وی اشاره کرد، چیزهایی که بعداً موجب افزایش هواداران او گردید. Since then he's succeeded in winning elections and keeping that job 3 times in a row. کریس گانس رئیس کمک رسانی سازمان ملل متحد در غزه هشدار می‌دهد شرایط انسانی در غزه هر روز وخیم‌تر می‌شود. یک فاجعه بهداشتی جان مردم را تهدید می‌کند. کریس گانس: شیوع گسترده بیماری‌ها جان مردم غزه را به خطر انداخته است. سیستم‌های پزشکی فرو پاشیده است. یک سوم بیمارستان‌ها، 14 بیمارستان اصلی و 29 مرکز هلال احمر فلسطینی همراه با آمبولانس‌ها خسارت دیدند. حداقل 5 پرسنل بیمارستان کشته شدند. ده ها نفر از آنها مجروح شدند. حداقل 40% از پزشکان امکان رفتن به سر کارشان را ندارند. ما تخمین می‌زنیم بیش از 8000 نفر مجروح شده باشند که این خود یک واقعیت وحشتناک غیر انسانی محسوب می شود. بسیاری وضعیتشان وخیم است. وسایل و داروهای حیاتی تقریبا کاملا از بین رفتند. تخریب منابع تولید برق بیمارستانها را وابسته به جنراتورهایی کرده است که نمی شود رویشان اتکا نمود. الشفا اصلی ترین بیمارستان در غزه دیگر توان پاسخگویی ندارد. به خاطر تعداد بیشمار مجروحین کف این بیمارستان پر از انسان است
و به مجروحین حتی در پارکینگ بیمارستان رسیدگی می شود. شبکه جهانی بی بی سی در اوائل هفته طی مصاحبه بینندگان شاهد ناراحتی شما بودند. آیا می توانید در این رابطه کمی توضیح دهید که احساسات شما در رابطه با آنچه که این چند هفته مشاهده کردید چیست؟ Well, can I say at the outset that my tears are irrelevant, except and in that they may focus on the tears. اشک‌های من در مقایسه با درد و رنج و اشک‌های مردم غزه بی اهمیت و ناچیز هستند. در کار انسان دوستانه ما زمان‌هایی است که درد و رنج آنقدر زیاد است که کلمات قادر به توصیفش نیستند و تنها اشک ریختن کمی احساس را بیان می‌کند. هفته پیش وقتی که مدرسه ما هدف قرار گرفت و زنان و کودکانی که بر روی زمین کلاس‌های مدرسه خوابیده بودند کشته شدند، یکی از آن لحظات بسیار دردناک بود. صدها هزار فلسطینی آواره وحشت زده و رنج دیده هستند. یک واقعیت هولناک این است که حداقل 460 هزار نفر در این درگیری‌ها جابجا شدند. احتمال شیوع انواع بیماری ها بسیار بالاست. باید همه روی وضعیت بهداشتی متمرکز شوند. آمریکا با کمک های تسلیحاتی به اسرائیل نمیتواند در گفتگوهای مصر نقش بی‌طرفی ایفا کند. گزارشی از بخش انگلیسی تلویزیون الجزیره. جان شروبنر، نویسنده و مدافع حقوق بشر: آتش‌بس به خودی خود کافی نیست. علاوه بر آن ما باید شاهد برداشته شدن محاصره غیرقانونی غزه هم باشیم. محاصره‌ای که اسرائیل در 8 سال گذشته علیه مردم غزه اعمال کرده است. این یک نوع مجازات عمومی است که بر اساس قوانین بین‌المللی به خودی خود یک جنایت جنگی محسوب می شود. اخیراً عفو بین‌الملل شاخه آمریکا طی نامه‌ای به کنگره آمریکا فراخوان داد باید ورود تسلیحات نه فقط به غزه بلکه به اسرائیل هم منع شود. آمریکا هر سال 1,300,000,000 دلار کمک تسلیحاتی به اسرائیل می کند و بعد ما شاهد قتل عام‌های فلسطینی‌ها و جنایت جنگی هستیم. طبق قوانین بین‌الملل وقتی شما به یک طرف درگیری تسلیحات و کمک می‌رسانید، در واقع قوانین خونسا بودن را شکسته اید و در طرف کسی قرار گرفتید که به آن سلاح می‌رسانید. به همین دلیل اینکه آمریکا بخواهد نقش میانجیگر و طرف سوم را ایفا کند دیوانگی است. enabling it to commit the type of massacres and war crimes. In Nigeria, health officials have confirmed that بیماری در غرب آفریقا جان بیش از 1,000 نفر را گرفته است. این ویروس که حدود 40 سال است کشف شده، تا کنون جان هزاران نفر را گرفته است. اما آیا درمانی برای آن وجود دارد؟ The drug works in a lab, cured monkeys. نیجریه آخرین کشوری است که در رابطه با بیماری ایبولا شرایط اضطراری ملی اعلام کرده است. این بیماری تاکنون جان بیش از 1,000 نفر را در غرب آفریقا گرفته است. افرادی که در آفریقا این بیماری را گرفته و به آمریکا برگردانده شدند، در آتلانتای آمریکا در حال درمان می‌باشند. آنها با دارویی تحت درمان هستند که تا به حال به بیماران آفریقایی داده نشده است و آزمایش آن برای انسان نیز صورت نگرفته است. دارویی که در سان دیاگوی آمریکا درست شده است وینت نام دارد. سالهاست که دانشمندان در سان دیاگو برای تولید درمان این ویروس کار میکنند، ولی تبدیل این به دارویی که بشود به مردم داد یک چالش بسیار بزرگتر میباشد. تولید این دارو ماه‌ها طول خواهد کشید. دلیل آن این است که آنها در حال پرورش پادزهر هستند. این درمان در آزمایشگاه ها با موفقیت توانسته میمون ها را درمان کند، ولی روی انسان آزمایش نشده است و ممکن است مثبت نباشد. آزمایشگاه ها در سراسر دنیا به این فعالیت برای پیدا کردن درمان و واکسن ایبولا پیوستند.
ولی هنوز بحث‌های زیادی که این داروی محدود به چه کسانی باید داده شود. مایکل کالیشمن که یک پزشک است میگوید آیا ما باید دارو را به افرادی بدهیم که بزرگترین خانواده را دارند و آنها به او وابسته میباشند؟ آیا فردی که باهوش‌ترین است را انتخاب کنیم؟ آیا کسی را انتخاب کنیم که بیشترین تلاش را برای درمان آن به عمل آورده است؟ اینها سوالات ساده‌ای نیستند. هیچ جواب خوبی برای آنها نیست. و اکنون نگاهی میکنیم به اقتصاد چین. اعمال تدابیر حمایتی بانک مرکزی چین موجب شده اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی برخلاف انتظارات رشد اندکی داشته باشد. رشد تولید ناخالص داخلی چین در این زمان با 0.1% رشد نسبت به سه ماهه اول به رقم 7.5% رسیده است. بسترسازی برای سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی کشور، کاهش مالیات ها در بعضی از بخش ها و ترغیب بانک ها برای اعطای وام به شرکت های کوچک از جمله تدابیر مقامات چینی برای بالا بردن رشد اقتصادی کشور است. سخنگوی دفتر ملی آمار چین میگوید ما نمیتوانیم خوشبینی زیادی نسبت به اقتصاد کشور داشته باشیم. وضعیت اقتصادی بسیار پیچیده است. تطبیق صنایع سنتی ما با وضعیت موجود و واکنش آنها برای ما مشکل ساز است و این وضعیتی است که مدت هاست طول کشیده و موجب شده با کندی فعالیت های اقتصادی مواجه باشیم. بعد از آنکه چین در سالهای 2012 و 2013 رشد اقتصادی 7.7% را تجربه کرد، دولت این کشور پیشبینی می کند رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2014 با اندکی کاهش نسبت به سالهای قبل به رقم 7.5% برسد. با این وجود کارشناسان اقتصادی پیشبینی می کنند چین به این هدف رشد اقتصادی خود نرسد و تولید ناخالص داخلی کشور 0.2% کمتر از پیشبینی های دولت باشد. مصرف خانوارها و خرده فروشی در چین 12.4% در سه ماهه دوم سال رشد داشته است. امری که نقش قابل توجهی در بالا بردن رشد اقتصادی کشور در این زمان ایفا کرده است. Japan has the highest public debt in the industrialized world. با خبری از ترکیه برنامه 20 دقیقه را دنبال می‌کنیم. هواداران رجب طیب اردوغان پیروزی او را جشن گرفتند. وی پس از اعلام پیروزی در جمع هواداران خود گفت: اجازه دهید از امروز دوران تازه‌ای از آشتی ملی را آغاز کنیم. وی از همه زنان و مردانی که در این انتخابات شرکت کردند، صرف نظر از اینکه به او رأی دادند یا ندادند، سپاسگزاری کرد. او گفت این انتخابات نشانه وحدت ملی ترکیه است. وقتی که ما در اپوزیسیون بودیم، رنجی را که می‌کشیدیم به خوبی به یاد می‌آوریم. رجب طیب اردوغان حدود 52% آرا، اکمل الدین احسان اوغلو حدود 38% آرا و صلاح الدین دمیرتاش سیاستمدار کرد حدود 9% آرا را از آن خود کردند. پیشروی ارتش اوکراین در دونست در شرق این کشور ادامه دارد. جدای طلبان طرفدار روسیه این منطقه را اشغال کرده بودند. یک شهروند اوکراینی میگوید خیلی وحشتناک است. ما قبلا در جاده های دونست رانندگی میکردیم، اما حالا تانک ها و نیروهای نظامی در آنها مستقر شدند. دونست 1 میلیون نفر جمعیت دارد که 1/3 جمعیت آن آواره شدند. در دیدار فینال جام خیریه انگلستان دو تیم منچستر سیتی قهرمان پریمیر لیگ و آرسنال قهرمان جام اف ای در ورزشگاه ویمبلی لندن مقابل هم قرار گرفتند. یاران آرسن ونگر بازی را بهتر آغاز کردند و با گل دقیقه 20 به برتری 1-0 رسیدند. در دقیقه 41 این بار رمزی دروازه منسیتی را گشود و تیمش را 2 گله کرد. در نهایت هم اولیویه ژیرو گل سوم را صاحب شد تا توپچی‌های لندنی برای دومین بار در 3 ماه گذشته قهرمانی دیگری را جشن بگیرد.
میترسیم. از کی میترسیم ما؟ من از بس دیدم بعضی ها هراسان زندگی میکنند و چون خود اعتماد به نفس ندارند، گفت کافر همه را به کیش خود پندارد. یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب به جهنم برید، یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون.